سلام استاد سلام علیکم احوال خوبی؟ شما خوبین ممنون الحمدلله من یه کار آوردم بله شما یه کار آوردین چه عالی مسخره میکنه نه, خیر, نه خیر. معمولا آدمو میان اینجا ای کار میارن که عرضه بکنن دیگه بخونم بله, بله بفرمایید بفرمایید چه بخوای چه نخوای زندگی میره چه بگی چه نگی لحظه میمیره میره نشه روزی بگی واسه ما زندگی کن گلا آفرین من واقعا خوشحالم چی خرسندم آفرین شما به یک بلوغ فکری رسیدین شما همونی هستین که چند سال پیش خونده بودین که وایسا دنیا وایسا دنیا من میخوام پیاده شم درست میگم اینو خونده بودین بله یعنی فکر میکردین اون دوره که واقعا میشه دنیا وایسه زمان متوقف شه کسی ازش خارج شه استوب بکنه یک عقیده اشتباه یک نظر فانتزی نظری که اصلا نمیشه به وقوع به پیونده الان فهمیدین که اشتباه کردین داریم میگین که چه بخوای چه نخوای زندگی میره چه بگی چه نگی لحظه میمیره آفرین درسته همینه آقا زمان میره متوقف میشه اصلا نمیشه جلوشو گرفت اینکه شما شجاعت داشتین اشتباه خودتون رو تصحیح کردین و الان دارین به زبون میارین جای تقدیر داره مرحبا آفرین یه تیک رفتین شما بله آقا ما همونطور که کسی اشتباه بکنه مچشو میگیریم حرف خوبم بزن اشتباهشو تحصیب بکنی. خب این نیست. ماجرا این نیست من ماجرا همینه من فکرم عوض نشده اون یه شعره این یه شعره آخ... اون یه چیزی پرتی بود شما گفتین یاوی بود ولی این یه چیز دیگه از حرف درست بله بله شنیدین اون اصلا بله که شنیدم من اصلا یه زمانی طرفدارش بودم هی چرت و پرت یاوه بود چرا گوش آره منم احساسات دارم یه وقتایی حال میکنه آدم یه چیزی رو گوش میکنه تو خلوت من خیلی از چیزایی که رد کردم رو واقعا طرفدارشم تو خلوت گوش میکنم حال میکنم بغز میکنم شاد میشم میخندم ولی که الو وقتی پشت این میز میشینم من دیگه اینجا یک شخصیت حقوقی هم فرق دارم با اون شخصیت حقیقیم باید سرر رو از ناصره تشخیص بدم بد و خوب از هم تمیز بدم وظیفه سازمانی میجاب میکنیم ولی بالاخره من هم یک انسانم نفس هم بکشین وقتی حرف نفس میکشم رو نفس من نباشه وجدان نمیگیری؟ آقا بحث و عوض نکن نه جدی میگم من آقا الان ما شما تقدیر کردیم میگیم چیز خوبی گفتیم مشکلت چیه؟ استاد بعد خوب اثر هنری رو کی تعیین من تعیین میکنم چرا من, چرا من آقا چی من شما کارشناسی نقد کنی نقد کنی نگین چی بخش بشه شناز... چی بخش نشه یا کاری مردم منه. باید تشخیص بدن باش آقا هر جا میخواد هر کسی رو کار من نشون بده کار عضویت بده نشون بدم به تو دیگه لحظه نیستش الان کارتها رو دیگه دارن جمع میکنن کارتهای فیزیکی سابق و به این شکل یه کد دیگه هرکی داره میزنه گیت باز میشه میره میخوای من کدو بگم شما برو امتحان کن به این گیت باز میشه نه من نمیخوام آقا شما اصلا رئیس فرنگستانم باشین چه تاثیری تو حرف من داره؟ میگم شما بد و خوب رو نباید تعیین کنی همه آثار و هنری باید منتشر بشه مردم انتخاب کنه این چه نظریه شما میگه اون که با سلیقه ماست منتشر بشه بله یه شابلون بزنیم اینم یه نگاه دیگه یه نگاه نگاه مقابل نگاه اینه ما دیگه همه دنیا همینجوری تا زمانی که ما هستیم نگاه ما درست نگاه ما حاکم شما نارضایتی دارین برین جایی که اون نگاه شما حاکمه بعد ما داریم تعریف شما رو می‌کنیم جنبه داشته باشین عجیبه الان بعدتون میگفتیم ایراد می‌گرفتیم با هم موافق میشدین احتمالاً من با سیاست ذهنیتون مخالف آقا پیچیده نکنید ماجرا رو بخونید بخونید خوب, خوب. بود حالا من یه نکته دارم دیگه حرفای خوبی زدی اینکه زمان میگذره متوقف نمیشه لحظه میمیره نش روزی بگی واسه ما دیره زندگی کن گلم حرف خوبی هیچ وقت دیر نیست آقا همیشه برای شروع دوباره زمان زمان مناسبیه ماهی رو هر وقت عذاب بگیری تازه است سن یه عدد اینا حرف دیگه آقا گلم حرف به این خوبی به این جدی نه گلم دیگه سطح بحث رو میاریم پایین دیگه خیلی حرف خصوصی شخصی مثلا انگار دارین به خانمتون میگی مثلا به معشوق گلم مثلا امروز من دارم میرم اونجا چی بپوشم مثلا گلم کادو میخوان پسر خالت چی بگیریم میدونی حرفا ها حرفای دیگه جدی نیست حرفای فخیمی نیست به جای گلم مثلا بگید هموطن نه هر کسی برای خانومش بخونه همه چی آباد شما باشیده. مثلا چون برای همکارتون تو اداره خانومی بهش میگین گلم این حرفا رو بخوایم بزنیم مثلا تهش میگین گلم نه خب میگین نه. دیگه طبیعتا ها یا مثلا به همسایه روبرویتون یه خانمی میگین گلم میگین بزنبا. نه اگه میگین که خب ما ببینیم چیه ماجرا روابط رو بررسی بکن میگین نه بابا نمیه حرف در بگین هموطن بگین هموطن زندگی کنم وطن؟ بله دیگه بله و وزن خارج میشه دیگه آقا از وزن ماشین مهمتر چیزای زیادی ما اینجا داریم وزن دیگه اون دق آخر باید باشه بله اوست چشم <applause> چه بخوای چه نخوای زندگی میره چه بگی چه نگی لحظه میمیره نشه روزی بگی واسه ما زندگی کنم وطن آفرین خوب شد خوب شد بله, بله. به بخند بخون ذکرتم بگو نظر خفت کنن فکرتم بگو پشت سر و نبین فقط به جلو زندگی کن گلم ب... گفتین چی؟ برقص بخند بخون ذکرتم بگو درسته؟ بله بخند. بخند بخون ذکرتم شما تفتار این شکل از زندگی هستین که مثلا رقصم سر جاش باشه ذکرم سر جاش باشه نمازمون هم میخونیم رقصم میکنیم برطرف این, این هر چیز ساج خودش دیگه نمیام نمیخوام حالا خیلی اذیتتون بدم با... بعدم نیست به هر حال الان به معنویتم بپرداز اینو چیز خوبیه ولی همینجوری سری بگین دیگه رقص بخند بخون اینکه نه این به ملودی اینجوری شد نه اینکه بله. مثلا بگین آقا شعن این کمتر از اونه نه بله, بله. هر کدومشون جایگاه خودش بله بله. رو گفتین ذکرتم بگو من دوست داشتم خوب بود آفرین به خاطر رو من دیگه به اون برقصتون ایراد نمیگیرم خب الحمدلله شما که سری میگینش آره سری کوچولو برقص بخن بخون آره نه یه آره بچه کوچولویی بهش میگیم برقص اشکالی نداره باش ولی در ادامه وقتی میگی نظر خفت کنن فکرتم بگو بر من عجیبه این حرف چی عجیبه تو گویی که در این مملکت در این کشور کسی بخواد فکرشو بگه خفش میکنه شما میگی فکرت هم بگو نظر خفت کن بستگی داره فکرش چی باشه مخالف باشه بعدن همش چیزی نداریم ما اصلا خفه کردن نداریم اینجا هر کی میشه ما آزادترین کشور دنیا هستیم متوجه هستین این جوریه واقعا بله بله واقعی دارم بله, بله واقعی دارم میگم برای این نظر خفت کنن رو باید اصلاح بکنیم نه الان من پافشاری کنم برام گرون تمام بله ممکنه خفتون کنم متوجه هستین آها فهمیدم چی بنابراین شما به جای نظر خفت کنن مثلا میگین نظر خفتت کنن نظر خفتت کنن نظر خفتت کنن آره. کن. آره. خب به اندیشه چرا بده میگه فکرت هم بگو باشه حرف بزن آزادی داشته باش فریاد کن غریب داشته باش آره ولی نظر خفتت کنن یعنی مواظب باش این... همه اینا شنیدیم بعد گفتین آره بله. 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 خفتت کن. بله بله یعنی یه جوری نرو بیرون که یه موتوری من فکر نمیکنه چرا کاملا موتوری نیاد موبایلتو تو بزنه کیف نکشه از بانک میای بیرون پولاتم هم تو پیاده رو نشمر موبایل گرون قیمت دست نگیر اینجوری رو به خیابون حرف بزن نظر خفتت کنن آقا نصف شب داریم از یه جای تاریک رد نشو مثلا خود آقا مال تو بچسب نظر همسایت دوست تو داریم دیگه خفت کردنم نه ما کشور امنیت داره حالا یه جماعت اندکی هستن متاسفانه این کارا رو میکنن که ما هم به زودی باشون برخورد خواهیم کرد یعنی اینو جمع خواهیم کرد شما میگی ضابط قضایی هم بله ما در اونجا هم حضور دارم. نظر خفتت کن فکرتم بگو اشتباه اتفاقا فکرتم نگو چرا نگم چون شما نباید ایده با اون مقصد و منظورتون رو نباید لو بدید استر زهبک و ذهابک و مذهبک یعنی چی مال تو رفت و آمد تو فکرت پنهان کن لو نده نگو واقعی بله واقعی بله نیازی نیست آقا شما یه کاری هنوز نکردی چرا میخوای بگی من میخوام فلان کارو بکنم برو اون کارو بکن فرداش بگو من دیروز این کارو کردم دیروز رفتم خونه خریدم دیروز رفتم فلان کار مهم رو انجام داد لو نده نگو متوجه واقعا نظر درستیه واقع. شما دارین این فقط نظر, نظر شماست یا بقیه متفکرین هم میگن اینه. ما متفکرین هممون به اتفاق روی این اتفاق نظر داریم اصلا مطرح شد اونجا دیدیم هممون با این ایده موافقیم کجا مطرح شد مجمع مجبه متفکری میگه شما عضو انجام متفکری هم هستین عضو ثابت هم از چه جایی پول در نه خیلی هاش پولی هم در کار نیست واقعا همه چه فی سبیل الله میرسیم بدونی شیش ماه بار بسنم. بله سنه. اینا خیلی هاشون دیر به دیر تشکیل میشه دیگه مثلا در سال دو بار سه بار معمولا چند نفر هستین اصلا ما اونجا 16 نفر هستیم تقریبا با همه تخصصا اونجا تخصوصا میان تخصصای مختلف هستن دیگه مثلا متخصص طب سنتی هست اونجا پزشک اطفال هست از کنم که متخصص تاریخ ادیان هست متخصص اخلاق پزشکی هست کارشناس مسائل خارجه هست ارز کنم که پژوهشگر تاریخ ادیان هست متخصص تاریخ علم هست همه اینا هستن ناظر هست بله هست شما زنگ میزنی همه این جماعت جمع میکنید؟ بله سخت نیست؟ نه منم و دکتور ولایتی <تصفيق> <أوه>. <تصفيق> میره نگاس کن آکتوس ای توفک نخورده آیا علی اون پریسیه خاکوری بیشت من شام خورده خب مردم دارم میبینن تو در جریان نه وقتی متوجه شدم که دیگه خون رفته بود این تجریش خندیش جوکر. جوکر این هفته رو از دست نده خب بقیه من نمیگی چون نفری خب اون 15 نفر خودشون دکتر ولایتی هم دیگه همین تخصص رو دارن شما چی کاره این اونجا اون من اونجا با فروتنی بسیار میگم در واقع من منشی جلسه هستم ای. با. چه شن یعنی اونا متفکر صحبت متفکر مختلف صحبت میکنن, بله نتیجه رو من مینویسم انشاء میکنم بله گاهی وقتا بحثای خیلی عجیبی در میگیره میگیره مخالفت های شدید بله گرایش های فکری مختلف شاید. انصافا زحمت میکشن دکتر ولایتی اونجا دستشون درد نکنه چه خیلی خوشبختم بله. که الان با شما مصاحبت دارم من الان اینو تغییرش بدم بله پس این فکرتم هم بگو رو میگیم فکرتم نگو استور زهبا که با زهبا بله. بله. در ادامه میگیم پشت سر رو نبین فقط به جلو زندگی کن گلم مخالفم حرف اشتباهی داری میزه یعنی چی؟ اتفاقاً پشت سر رو ببین نه دیگه منظور گذشته ها گذشته و برد به آینده ولی فکر ولی ما ناچاریم به تاریخ نظر تاریخ آینه امت هاست ما نیاز داریم نگاه کنیم پشت سرمون رو ببینیم قبلا چه اتفاقاتی افتاده خودمون کی بودیم از کجا اومدیم علم. چه مسیری رو طی کردیم در شروع من... اما چه ویژگی هایی داشتیم کجاییم پشت سرمون من فهمیدم نه بابا الان خب. پشت سر فیزیکی نم میگه ب... بله. زندگی قطعا منظور فیزیکی ولی من یان خواستم. فهم... آقا بخونم دیگه؟, دیگه اینو پشت سر ببین, فقط به جلو زندگی نکن اتفاقا اه. بله اینو دیگه چرا زندگی عرض داره طول داره شما باید هم در عرض زندگی حیات داشته باشین هم در طول زندگی این؟, این نظر شما سه بقیه متفکرین هم, هم نظر رو دارن بقیه متفکرین هم دارن این هم. فقط به جلو زندگی نکن اینجا هم باز گلم رو نگین به جاش مثلا بگین عزیز عزیز بله بله هر کسی میتونه باشه عزیز دیگه دوست همسایه همکار هم, همه میتونم خیشاوند برقص بخن بخون ذکرتم بگو نظر خفتت کنن فکرتم نگو پشت سرم ببین فقط به جلو زندگی نکن عزیز آفرین آفرین از پسش بر اومدی والحمد خوب بخند به دنیا اومدیم واسه هم به فردا برسیم نه به غم حال قشنگ تو هم بزنم یه دقیقه اجازه, اجازه بدین میگین بخند به دنیا اومدیم واسه هم بله دیگه ای ما به خاطر اینکه با هم باشیم به دنیا اومدیم فلسفه خلقت اینه انسان به این, این دلیل آفریده شده به هم نوع خدمت کنیم دیگه اینو از کجا میگی من فکر من فلسفه وجودم ببین اساسا فلسفه آفرینش فلسفه خلقت انسان از نگاه های مختلف چیزهای مختلفی تفسیر شده من و هم فکران من ما میگیم ما به دنیا اومدیم برای عبادت خدا خب بله عبادت به جز خدمت خلق نه به اینا حرف مفته ایه. خدمت خلق هم عبادته ولی فقط اون نیست که عبادت خب بعضی از متفکرین میگن فلسفه آفرینش ما تشکیل یک اجتماع انسانیه، بعضیا اصلا دهری مسلک کرد میگن آقا ما بر حسب تصادف به دنیا آمدیم قاعده طبیعت که ما به دنیا فکرای مختلف من اینجا نمیخوام هیچ کدوم اینا تایید بشه من نمیخوام بگم آقا این که شما بگید ما به دنیا آمدیم واسه هم نخیر همچین چیزی نیست به دنیا اومدیم شاکریم الحمدلله قاعده لطف خدا بود که بالاخره ما وارد این دنیا بشیم نعمت وجود خدا به ما بخشید باشه ما شاکریم قربون خدا برم که ما بودیم بحث, بحث, بحث اینه که خب اون الان شما علان... انگیزه خلقتو میگیم واسه هم بودن حالا اینکه اومدیم به هم دیگه خدمت چرا بکنیم. ولی اینکه سبب خلقت ما این باشه نه این حرف حرف گنده ایه ما سرش بحث زیاد داریم این نظر شما سبقی متفکرین هم این نظر دارم فقط نظر من خب الان بعد به نظر شما برد، پیش بره میگین بخند به دنیا اومدیم شاکریم به فردا برسیم نه به تغییر به فردا برسیم چاکریم اونجا گفتیم شاکریم ولی اینجا چاکریم چرا اینو بگم وزن جور در در این حال نشان دهنده تواضع شماست فروتنی شما خب بی یه سلبریتی اینقدر واقعا متواضع آقا رها کنیم یعنی چی شاکریم چاکریم چاکریم و همین راحتی سخت نه شاكرم. خوب نیست خوب نه به جون خودم شما بگو نگران نباش شما که افتاده حالی من دیدم ویدیو رو بید. مناطق محروم بر بچه ها خوندی دیدم نه، واقعا من کار خودم, خودم داری الان اینجا کار حرفه‌ای داری دیدی دارم میگم خوشم قربون شما زنده باشین لطف شما کم به ادام میشه قدر خودتو بدون قدر خوبیاتو بدون من الان بحثم یه حرف حرفه‌ای چاکریم تو ترانه شما با. نمیگی چاکریم تو ترانه به خدا میگی انقدر روحی منطفی داری انقدر مشتی هستی جدی شما, شما رب خوندی ما هم مکدر شدیم ولی خب برگشتی دوباره توجه چرا انقدر تسلط دارین روح هنرمنده بازی کارشون رو کار ما اینه باید بشناسیم کیه مقابلم ای بابا بنابراین با. به فردا برسیم چاکریم ها نیست؟ نه آقا سخت نگی من این نزا آدم ها حال قشنگ تو هم بزنن تعبیر تعبیر زیبایی نیست هم بزنن یعنی چی؟ نیست؟ میگن آقا همش نزن دیگه قشنگه؟ آقا از اون منظر داری نگاه مکنم. خوب نیست بجاش به این گند بزنن نزا آدم ها حال قشنگی تو گند بزنن بعدم آدما میگه اینجا همه آدما میخوان حال آدمو گند بزنن این منفی بافیه این نگاه نگاه سیاهیه بله آدم خوبن توشون گاهی وقت‌های رفتارهای بدی ما میبینیم تک توک درسته؟ بره. نزا بعضی بعضیا حال قشنگی تو گن بزنه خوب نمیشه هر من میخونم بله بفهمید بخونید بخن به دنیا اومدیم شاکریم به فردا برسیم چاکریم نزا بعضی حال قشنگ تو گن بزنن بخن دنیا اومدیم شاکریم به فردا برسیم چاکریم نزا بعضی یا حال قشنگ تو گم بزنم بله خوب نشده این خیلی نبود شما بس. حال کردی یه چاکرین آره. بذاریم اینجا بله قشنگ بود قشنگ تواضع شما رو رسوم اون خاکی بودنتون واقعا از عاشقی نترس عاشق شو حتی با توهم شکست تا نبزت میزنه فرصت واسه تو هست زندگی بی بخفر. خب من اینجا حرف دارم خب نیست بقیه جایی چی نمیگفتین تکوتوک دیگه بله اصلا تغییر ببینید میگه از عاشقی نترس عاشق شو حتی با توهم شکست این چه توصیه یه میکنید چرا به دره میناز این آدم ها یعنی چی؟ حتی با وجود اینکه میدونی شکست میخوره بره عاشق شه ممکنه ممکنه شکست بخوری ولی عاشق شو عاشق رو تست کن یه توصیه معقولی نیست من میتونم بگم عاشق شو ولی در چارچوب ها به هر حال در حد زوابت اصلا عاشق شو در چارچوب های عقل این چه حرفیه داریم میزنی شما؟ این یک قراعته در واقع متعادل و میانه رو از عاشقیه باشه اون, اون حرفتون داره این رد نمیکنم کنم ها ولی میگه با توهم شکست ها حتی اگر میترسی از این که عاشق بشی ولی شکست بخوری از عشق بله؟ ولی عاشق شو این تجربه رو داشته باش نه نکنید این کار نکنید من میدونم آقابت بخیر نمیشید مثلا یه حال بدیه شکست عشقی و افسردگی بعدش و خواب و خوراک رو از شما میگه این حب شیعه یومی و یوسه دوست داشتن افراتی یه چیز شما رو کروکور و کر میکنه منطقه از شما میگیره ماشالله پس پستونم نمیشه بر اومد تمنا دارم اصلا همچین چیزی نیست از عاشقی نترس ترس شد در چارچوب های عقل در واقع همون حرف معروفه دیگه که آقلان انتخاب کنیم و عاشقان زندگی بعد در ادامه میگین تا نبزت میزنه فرصت واسه تو هست کی گفته بسیار آدمایی که نبزشون میزنه ولی مثل یه تیکه گوشت افتادن زندگی نباتی دارن دیگه اراده ای ندارن جون اینا اونا استثنا بابا الان بحث اینه که نادی... فرصت داری از اتفاقا فرصت ها کمه فرصت ها گذرا هستن الفرصت تمر رو مر سحاب فرصت ها میگذرن به مانند گذشتن ابرها متوجه استاد من یه چیز دیگه دارم میگم شما یه چیز دیگه داریم میگی بله میدیم. دیگه شما دارین یه چیز دیگه میگی نه اون چیز دیگه رو بگی باید اه... اینی من میگم بگی بله دیگه آقا یه لیست منتشر کنیم بگه همه بیان همون اونا رو بخونم بارها منتشر کردیم به فکر هنرمند اصلا اعتقاد بارها نداریم بارها نداری. منتشر کردیم کسی متاسفانه تبعیت نمیکنه توجه آنچنانی نشده به این لیست خودتون بیایم بخونم اونایی که توجه کردن دونه درشت نبودن هنرمنده قابلی نبودن ما انتظار می که هنرمنده قابلی مثل شما توجه کنم به این هنرمند معلف خودش فکر داره ذهنیت داره با احترام داره. به فکر معلف با احترام به نظر شما من دارم اینا رو میگم بنابراین تا نبضت میزنه فرصت واسه تو نیست اتفاقا فکر نکن تا نبضت میزنه فرصت فرصت کمه اندکه قدرش رو بدون باش باش, باش. باش. میدونم زندگی بی وقفه است زندگی بی وقفه حالا در ادامه هم چیزایی هست که بخونید میگم عرض میکنم بفهمید بخونید از عاشقی نترس عاشق شد در چارچوبای عقل تا نبزت میزنه فرصت واسه تو نیست زندگی بی وقفه است خب حیف این ترانه واقعا حیف شما خدا رفیقت یه رفیقی که همیشه کنارت شک نکن خوشبختی در ته تا تو دلت زنده این خدا رفیقت خیلی عالی بود حرف درستی من شا. یاد اون فراز معروف انداخت که الان دیگه مد شده تو خیلی تو بیو پیج میزنن یا رفیقم من لا رفیق و خدایی که به شدت کافی است جمعه های قشنگی یعنی واقعا علی به کاف نبده آیا خدا برای بنداش کافی است؟ چیزهای خوبه اینا واقعا اصلا بگید واقعا همینو بگید خدا رفیقت یا رفیقا من لا رفیق الله زیبا هست حرفایی که میزنید ولی به ترانه که نمیخوره چرا یه نمیخور؟ نوآوری بکنید اینا رو بیارید چرا حرف خوبتون رو اینجوری بعد آخر سرش کاری اصرار میتونی. ندارم ولی اگه بگید خوبه چی بگم خدا رفیقته یا رفیق من لا رفیق الله به جان خودم خوب میشه بعد بگیم شک نکن خوشبختی در انتظارته این هم دیگه برای یه جمعی خیر میخواین برای یه فرد نه. نخ... شک نکن خوشبختی در انتظار ماست در انتظار ما مردم <applause> نیدی؟ بس. به زودی ما تعم سعادت و موفقیت و پیروزی رو خواهیم پیچ آخریم دیگه این پیچ رو رد کنیم دیگه طعم شیرین پیروزی رو ما خواهیم چشید خدا رفیقت یا رفیق من لا رفیق نه شک نکن خوشبختی در انتظار ماست تا تو دلت زنده است محکم باش از غم ها هاش این دنیا رنگا رنگه بله بعدش دیگه بخند بخند بله, بله 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 کافی کافیه به دنیا اومدیم شکریم تا همینجا کافیه بعدش دیگه تکراره خیلی ممنون از همکاری شما روز و روزگارتون خوش حیف این ترانه حیف شما حیف شما من زکامم بودم استاد ببخشید اشکال نداره خیر پیش کرونا نگیریم سلامت باش خدا حفظ سه زندگی کن رضا صادقی رنگامیزی منت... من تایمی... هنر از بین میره عضو فرنگستان استاد بعد خوبی اثر اون داره سعد خوبه یه اثر اون داری که کارت از گرتی فرنگستان و من در نشون بدم جدی میگم باز با آقا میدونم کارت از گرتی فرنگستان و هنر من نشون بدم حجت نشون بدم بابا نشون بدم ذکرت هم بگو کلا خوب بود من دوست داشت یعنی به خاطر اون من دیگه سر به رقص که یاد اون هم زود میگین بچه مثلا مثلا مطرح شد اونجا دیدیم همه معافه هم نمیسریم متفکری بلا من این متفکری

سخن بخون هم بگو نظر خفت سلام از آشقی شد در چار تا نبزت میزنه